خیال میکنی اگه من جای پسرخاله بودم اونجور منه میگرفت گردن منه؟ میگرفت. میگرفت؟ میگرفت، بعدم میگرفت. بدتر میگرفت. ولی که از دیدن تو بیشتر هیجانی میشد. فهمی جان شما زنشی، عشقشی، زندگیشی. معلومه که از دیدن تو بیشتر هیجان زده میشد. آره من همه این چیزایی که میگی برای این هستم. ولی اینجور که هیجانی بشه منه بزنه نه نمیزنه نمیشه. فهمی من برای تو این همه مقاله خوندم. عزیز من این دست اختیارش با بهبود نیست وگرنه خب ارسطو هم نمیزد دیگه. وقتی ارتباط عقل با دست قطع میشه فرقی نمیکنه کی جلوشه، این فرمان نمیبره از مغز. خب ممکنه منو بزنه، تو رو بزنه، اونو بزنه، هر کس رو بزنه. اینقدر احساسی با ماجرا برخورد نکن. هما جان فدایت بشم، من چقدر سلیس روان صحبت میکنی تو. بشر همه مشکلاتش همین احساسی شدن. خلاصه من گفته باشم اگه فکر میکنین من اجازه میدم بهبود اونجور ببرین روانی خونه تیمارستان، من اجازه نمیدم. گفتم دیگه. آبجی جان شما دو ساعت پیش داشتی مردی روانه قبرستون میکردی، منو راضی کردی برم قبر قراردادش فخص کنم. حالا برق برگشت؟ اصلا اون لحظه اول که بعد این همه سال دوباره اینه دیدم و یک دل نه صد دل من عاشق این شد. آخ آخ شه. اون لحظه که اینجور پسرخاله رو گرفت این پر کاه بلند که چسبون به سقف، اصلا قند تو دل من آب شد. خدا دختر خاله من رعایت مسافر بودن مردی رو کردم، رعایت 5 سال مردن مردی رو کردم، وگرنه برای این سیبیل، برای این پیشونی، برای این سر کاری داشت ناغافل بزنم دهن دندون مردی رو خورد کنم. دختر خاله یه حبس کشیده، یه ساک آماده همیشه گوشه اتاقش داره، از چی باید بترسم؟ سرخاله آب میوه میخوری؟ لطفاً.